درود بر شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم که تندرست باشین. از تلویزیون ایرانیان کانادا سپاسگزارم که این موقعیت رو در اختیار من میذاره که همراه با مهمان و مهمانان گرانقدرمون مطالبی که فکر میکنیم نیاز هست که شما بدونین یا تحلیل مطالب رو بدونین برایتون گزارش بدیم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاسگزارم که من رو راهنمایی میکنن، کمک میکنن که این برنامه به خوبی پیاده بشه. قبل از اینکه به سالن برم و به مهمان عزیزمون امروز خوش آمد بگم، چند تا خبر کوتاه و خدمتتون میگم و بعد میریم به سالن و از مهمان عزیزم خواهش میکنم که مطالب کوتاهی که خدمت شما عرض میکنم اگر نکته ای دارن، کامنتی دارن که بخوان اضافه بکنن به این مطالب من، بتونن که اظهار نظر بکنن. در ابتدا میخواستم بگم که چند تا از شرکت های تلفن اخیراً در چند روز گذشته اعلام کردن که ایرانی هایی که در کانادا هستند به صورت مجانی میتونن تلفن بکنن به ایران و یا اینکه تکس بکنن، و اینو بعضیا تا 14 اکتبر گسترشش دادن، یعنی تا حدود 2 هفته دیگه و بعضی ها بیشتر. در این لیست شما 2 تا سازمان میبینید، ولی به درستی اینطور که قبل از که من به این برنامه بیام گفته شده که تمام سازمان های شرکت های تلفن این تحصیلات رو برای ایرانیان گذاشتن. از نظر پشتیبانی به نظر من این کار بسیار بسیار مهمه. این نشون میده که جامعه جهانی بیدار شده و این حالا در گفتمانی که با مهمان عزیز داریم راجبش بیشتر صحبت میکنیم، ولی به نظر من بسیار بسیار خبر خیلی خوبی بود. نکته دیگه، برنامه هست، راهپیمایی هست، اعتراضاتی هست در روز شنبه اول اکتبر، یعنی امروز که ما پنجشنبه هستیم، پس فردا، و این یکی از احتمالاً یکی از بزرگترین راهپیمایی های هست که در کانادا انجام شده. اگرچه ما راهپیمایی یا اعتراضات حدود 400-500 هزار نفری رو داشتیم به خاطر موضوع هواپیمای اوکراین که انداخته شد توسط 2 موشک جمهوری اسلامی، ولی این یکی به نظر میرسه که برای حمایت از مردم ایران این برنامه قرار هست که تعداد بسیار زیادی رو جمع بکنه، چه از ایرانی و چه غیر از ایرانی. یک ویدیویی بود که اخیراً، در حقیقت تعداد بسیار زیادی از بانوان، از دخترها، زنان ما به خاطر اعتراض ویدیوهای دادن بیرون یا عکس دادن که موهاشون رو قیچی میکنن به خاطر اعتراض. این البته از نظر تاریخی اگه نگاه بکنیم در فردوسی هم هست، در شاهنامه هست و در جاهای دیگه، برای سوگ افراسیاب یا سیاوش داستانهای مختلفی هست. یک کلیپ کوچیکی رو تهیه کردیم، حدود چندین ثانیه است، با هم دیگه میبینیم. اگر مهندس فرزاد آمادگی دارد. خیلی ممنون از این کلیپ، غم انگیزه ولی واقعیتیه و این نشون میده که اعتراضات مردم واقعا صمیمیه، چون بریدن مو برای دختر خانم ها خیلی مشکله که بخوان این کار انجام بدن، ولی این به سرعت و تعداد بسیار زیادی انجام شده و گفته میشه و دیده شده که مردان هم همین کار رو کردن. 2 تا خبر کوچیکی میگم و بعد میریم به خدمت مهمان عزیزمون. آقای عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، دو روز پیش اشاره کرده بودند در یک سخنرانی که این عکس‌ها و فیلم‌هایی که نشون داده میشه اینا همشون فتوشاپ هستن. یعنی وقاحت و
آدم نمیتونه توضیح بده، نمیتونه اصلا بفهمه که چرا یک همچین نکاتی رو میان مطرح میکنن. هزارها ویدیو عکس داره میاد به بیرون و ایشون میگه که اینا فتوشاپه. یعنی وقتی که میگن جمهوری اسلامی آدم حالش به هم میخوره، وقتی که میگن اسلام این هست یا اسلام اون هست، حالا من وارد مسائل دینی نمیخوام بشم، ولی حداقل جمهوری اسلامی لجنزار کرده اسلامو. اگر میخوان اسلامو نجات بدن نباید برن در عراق و سوریه و لبنان و جاهای دیگه و میلیاردها دلار خزینه بکنن، فقط همین جلوی دروغای خودش رو بگیرن، من فکر میکنم کمک بسیار زیادی رو میکنن. نکته دیگه هم که اشاره بکنم، چند روز پیش یک اعلامیه ای آمد بیرون و در اون اعلامیه حدود 16 نفر یک گروهی رو تشکیل دادن برای حمایت زنان و همونطور که در پایین صفحه می‌بینید زن زندگی آزادی و شعارشون هم همین هست، که در این گروه شاهزاده رضا پهلوی هم هستند. و اون چیزی که جالب هست، شما اگر این اعلامیه رو دیده باشین، علاوه بر اسامی هنرمندان و غیره، استادان دانشگاه، اسم رضا پهلوی هم هست. و جالب اینجاست که به نام رضا پهلوی نوشته شده و این موضوع شاهزاده هم برداشت شدن، و چون به صورت الفبا نوشته شده، اسم ایشون هم وسط اون لیست گذاشته شده. بدونی که بخوام مهمان عزیز رو بیشتر از این نگه دارم، میام خدمتشون، درود میگم خانم دکتر ناهید حسینی، پژوهشگر امور زنان و آموزش از لندن در خدمتشون هستیم و سپاسگزارم که مثل همیشه دعوت من قبول کردن و به این برنامه تشریف بردن. خوش آمدید خانم حسینی. سلام دارم حضور شما آقای افشینجان و بینندگان برنامه محترم شما. این روزا خیلی خیلی سخته و نمیدونم، الان شاید 10 روز، بیشتر از 10 روز هست واقعا زندگی عادی رو ما نداریم. خب هر خبری که از ایران میشنویم خبریه که دل همه ما رو به درد میاره و نگران میکنه. خب طبیعتا ما هم ایرانیان خارج از کشور تلاش داریم در حد خودمون بتونیم تا اونجایی که از دستمون برمیاد به هموطنانمون کمک بکنیم. بله، همونطور که به درستی گفتین، زندگی معمولی ما هم تحت اثرگذار شده. من امروز یک نشستی رو داشتم همراه با دوستان دیگه که بعد یک معاون وزیر رو امروز می‌دیدیم تماس داشتم، ولی اصلا نمیتونستم خودم رو جمع جور بکنم. حالم خوب نیست. بریم به مسائل دیگه بپردازیم. خانم حسینی، امروز میخواستم از شما سوال بکنم، چون میدونم شما از کردستان هستید و اون مسائل کردستان رو خیلی با دقت نگاه میکنین. حمله از توسط سپاه یا گروه‌های جمهوری اسلامی با پهباد و موشک به اقلیم کردستان شد. تعدادی کشته شدند، تعدادی هم زخمی شدند، که این تعداد یه دی هم افراد شهروندان معمولی هستند. می‌خواستم ببینم که شما خبری راجع به موضوع دارین و میتونین که اینو گسترش بدین و اطلاعات بیشتری به بینندگان ما بدین. بله، ببینید آقای افشینجان، جمهوری اسلامی الان در شرایطی هست که فکر میکنم داره به آخر خط میرسه و برای اینکه خودشو نگه داره دست به هر ترفندی میزنه که مردم ایران رو از هم جدا بکنه. خب ما میدونیم که یک دختر بیگناه کرد از سقز میاد تهران، مهمون اونجا میشه و به
وحشتناکترین نوع به اصطلاح ضرب و شتم و سرش رو کوبیدن به ماشین و مشت و سرش دادن و این کشته میشه. برای این جان این دختر که خیلی مظلومانه کشته میشه و میبینیم که یک کشور داغدار این دختر میشه. میبینیم سراسر کشور همه به حمایت از این دختر دست به اعتراض میزنن. در واقع میتونم بگم که مهسا امینی یا ژینا یک جرقی بود در این کوه آتش فشانی که در کشور ما وجود داره. الان 43 سال مردم ما دارن زجر میکشن و به خصوص از 12 سال قبل زمان جنبش سبز به بعد مردم به طور مرتب مبارزه داشتن، مبارزه جانانه سال 96، سال 98 و میبینیم امروز که دیگه در سطح بسیار وسیع تری صورت میگیره. خب مردم کردستان خیلی آزرده شدن، ولی با توجه به اینکه رژیم میخواست یک اختلاف بین مردم کردستان و بقیه مردم ایران بندازه، خب شروع کرد به سرکوب. ولی مردم کردستان به خصوص احزاب کرد بسیار هوشیارانه متوجه شدن که باید این حیله جمهوری اسلامی رو خونسا بکنن. دست بقیه اقوام و اتنیک های مختلفی که در ایران وجود داره مردم تهران رو به گرمی فشردن و اعلام کردن که ما هممون یکی هستیم و یک عزیزی رو مشترکاً از دست دادیم. بنابراین جمهوری اسلامی از این اتفاق خیلی واهمه داره، چون همیشه تلاش داشته که بین اقوام ایرانی اختلاف بندازه، همیشه مشکل درست کرده. مثلا روز اولی که ژینا کشته میشه و من خودم دیدم ویدیو رو گذاشتن توی میدیا، سوشال میدیا، که پیشمرگه ها با اسلحه وارد سقز شدن و بلافاصله من پرسیدم از دوستان کرد و گفتن نه، این واقعیت نداره، مردم کرد و احزاب کرد دست به اسلحه نمیبرن. ما امروز شاهد هستیم علی‌رغم اینکه حملات بسیار سنگین به احزاب کرد در کردستان شده، کردستان عراق، اقلیم کردستان، ولی همه اعلام کردن که ما جنگ مسلحانه نمی کنیم. ما همراه مردم در خیابان خواهیم بود، همراه مردم سراسر کشور اعلام میکنیم که در دست به اعتصاب میزنیم. بنابراین این حیله هم که به کار برد برای اینکه اختلاف بندازه و جنگ رو از کردستان شروع بکنه، این هم شکست خورد. در نتیجه من امروز در جریان گفتگوهای نمایندگان احزاب کرد بودم، همه اونا گفتن که ما جنگ مسلحانه نخواهیم داشت، ما میدونیم که جمهوری اسلامی یک جنگ دیگه میخواد و ما رو در واقع دیواری از ما کوتاه‌تر پیدا نکرده و میخواد دوباره مثل سال 58 یک جنگ رو به ما تحمیل کرد، این بارم جنگ تحمیل بکنه، ولی ما زیر بار این مسئله نخواهیم رفت. و این خیلی باعث خوشحالی من شد که احزاب کرد میدونن که الان موقعش نیست و درست تشخیص دادن زمانی است که باید اتحاد و همبستگی ملی رو در سراسر کشور حفظ کرد. حتما میدونید که یک مادر به اسم حنانه کنعانی مورد ترکش یکی از این پهپادها قرار میگیره و حامله بوده، بچهش هفته دیگه باید دنیا میومد و دکترها تلاش میکنن که بچه رو نجات بدن و متاسفانه با خبر شدیم بچه هم فوت کرد، هم مادر و هم بچه. تا به حال تعداد 27 نفر از مردم کشته شدن و حتما اطلاع دارید که به دبستان موشک انداختن. اون صحنه ای که من از بچه هایی که موندن، چون فکر میکنم دو نفر کشته شده، دو تا زن کشته شده، میدیدم خیلی حالم بد میشد، چون این ترامایی هست که همیشه اگر این بچه ها زندگی بکنن همیشه در جلو چشمشون باقی خواهد موند. و تعداد زیادی هم زخمی هستند که یک عده وضعشون بد نیست و دیگه عده هم که وضع بدتری دارن در بیمارستان ها بستری هستند.
و این هم در واقع این جنایت جمهوری اسلامی. فکر میکنم که تمام مردم ایران این رو متوجه شدن و از مردم کرد حمایت کردن، گفتن ما در کنار شما هستیم، و مردم کردستان هم گفتن ما همیشه در کنار مردم ایران باقی خواهیم. بله، واقعا غم انگیز این جزئیاتی که آدم واردش میشه، میخواد خون گریه بکنه. در این مورد من یک کلیپی بود راجع به یه اخطاری بود به سپاه و ارتش یا کسانی که سرکوب میکنن، گفته بودم که جناب مهندس فرزاد اینو نشون بده، یه هشدار به نیروهای مسلح که دقیقه 90 نیاین تو سراغ مردم که ما میخوایم کمک بکنیم. الان هست که ما نیاز به شما داریم. الان دیگه از این وضع بهتر نمیشه و خوبه که این کار انجام بشه. مأمور رو معذورم دیگه قابل قبول نیست از نظر مطالب جهانی. یه موقع بود میگفتن ما مأموریم و معذوریم، ولی الان با چیزهایی که اتفاقاتی که در دنیا افتاده میبینیم که حتی دربون جاهایی که ممکنه که نازی ها بودن و فقط در رو باز میکرده یا قهوه میداده، اونم بردن برای محاکمه. اینه که من روی سخنم به نظامیان هست و اینه که حتی خانواده هاشون نمیخوان که همسرانشون خدای نکرده کشته بشن و یا اینکه محاکمه بشن و به صورت تا آخر عمر نتونن سرشون رو بالا نگه دارن. بنابراین این هشدار رو به خانواده های نظامیان، کسانی که سرکوب میکنن، این رژیم رفتنیه، فرقی نمیکنه حالا 6 ماه دیگه باشه، 6 روز دیگه باشه، ما نمیدونیم، ممکنه فردا اتفاق بیفته، ولی رفتنیه. و اون کسانی که دارن کمک میکنن در حقیقت کمک به دشمن ما میکنن. اینو خواستم که در مورد فرمایش شما که اشاره کردیم اضافه بکنم. و دیگر اینکه راجع به همکاری و پشتیبانی که من چند لحظه پیش راجع به صحبت کردم، بسیار بسیار زیادی هنرپیشه های معروف، ورزشکاران، فوتبالیست های بسیار بسیار معروف، یعنی کسایی هستن که مثلا 300 میلیون 400 میلیون دنبال رو دارن، که اگر مجموع اینا رو جمع بزنید بیشتر از چند میلیارد میشه. این تعداد از این نظر مهم هست که آگاهی میاره برای کشورهای دموکراتیک، یعنی کسانی که سردمداران این کشورها هستند میبینن که چه اتفاقی داره میفته، بر اساس اون قوانین وضع میکنند، تحریم ها رو مشخص میکنند و مردم ایران رو در حقیقت به عنوان مظلوم میبینند. تا الان اگر چشمشون رو بسته بودن اغماز میکردن، الان دیگه نمیتونن این کار بکنن، برای اینکه کسانی هستن که میتونن سرنوشت این به اصطلاح کارشون رو که به اصطلاح سیاست مدار هستن عوض بکنه. بنابراین من بسیار بسیار سپاسگزارم از تمام این کسانی که حالا اسمشون انقدر مهم هست که ما همشون رو در حقیقت تو فیلم ها دیدیم، توی استودیوم ها دیدیم. نمیخوام راجع به این بیشتر صحبت بکنم، چون صحبت های دیگه هم داریم که انجام بخوایم صحبت بکنیم. اگر مطلبی دارین بخوان اضافه بکنین خانم حسینی، خواهش میکنم در این چند مورد بفرمایید. من فکر میکنم که این اتفاقی که در ایران افتاد و این جنبشی که الان سراسر ایران رو گرفته، به نظر من به سرعت در جهان بازتاب پیدا کرد. هنرمندان، هنرپیشه ها، خواننده ها قبل از اینکه اصلا برنامه شون رو شروع بکنن، میبینید که روی اسکرین اسم مهسا امینی هست، یا اینکه مثلا نورهایی که میزنن با اسم مهسا امینی نورها رو، رنگها رو عوض میکنن. و این خواننده جوان انگلیسی، نمیدونم ویدیوش رو دیدید، آقای افشین جم،
بسیار عصبانی، بسیار عصبانی و با یک شور و هیجان خاصی به این همه مردمی که جمع شده بودند در کنسرتش میگفتش که ما باید برای حقوق زنان در ایران بجنگیم. میدونید کشتن یک دختر جوان و اون هم اینجوری کشته بشه، من فکر میکنم نه تنها دل مردم ایران رو به درد آورد، دل مردم دنیا رو به درد آورد. من امروز یک کار اداری داشتم، جایی رفته بودم و خانمی رو باید ملاقات میکردم، اصلا نمیشناختمش، با ایشونم اصلا من نمیشناخت کجایی هستم. بعد اینکه با هم صحبت کردیم و متوجه شد که من ایرانی هستم، دیدم که اطلاعات بسیار جدید در مورد اتفاقاتی که در ایران افتاده میدونه و خودشو با ما همدرد میدونه. میگم من هر روز صبح میرم سراغ این که ببینم در ایران چه خبر است. نکته ای که اینجا میخوام روش تاکید بکنم، چون یک دختر کشته شد و در واقع جنبش زنان در جهان تکان خورد. میدونید در اسپانیا فمینیستا رفتن دم سفارت ایران، فمین ها به اصطلاح لخت شدن و اونجا اعتراض کردن، یا اینکه زنان افغانستان طالبان بهشون حمله کرده، زنان افغانستان به حمایت زنان ایران، زنان کرد سوریه به حمایت زنان ایران و بسیار جاهای دیگه اومدن و حمایت کردن. شما در مورد ارتش یک صحبتی کردید، من یک پیامی رو میدیدم در سوشال میدیا که اینها گفته بودن، یعنی پاسدارا و بسیجی ها بیشتر گفته بودن ما تا آخرین لحظه مبارزه میکنیم، و من میتونم بگم که اینا خودشون هم میدونن که یک آخرین لحظه هم دارند. و یکی از این مسئولین امروز گفته بود که اینترنت نباید قطع بشه، اگر قطع بشه دختر من هم فردا میره تو خیابون. یعنی اینقدر وضعشون خرابه و خودشون درگیرن با بچه هاشون، نمیتونه این جنبش به این شکل سرتاسری مردمی و به خصوص زنان، حلقه اتحادی رو الان تشکیل دادن در بین همه نیروها چه در داخل کشور و چه در جهان مورد توجه هستن، جمهوری اسلامی نمیتونه جون سالم به در ببره. بله، چند تا نکته گفتین راجع به موزیک اون خواننده انگلیسی. بله من اون دیدم، بسیار عصبانیتش شما میتونستین حس بکنین. من توی صفحه فیسبوک هم دارم، اگر دوستان میخوان نگاه بکنن حتما ببینن. راجع به آخرین لحظه اشاره کردین که گفته بودن که ما تا آخرین لحظه میخوان بمونیم، این نشون میده که وضعشون خیلی بده خانم دکتر حسینی، خیلی خیلی بده. راجع به اینترنت اشاره کردیم، امروز گزارش بود یا دیروز گزارش بود که اینستاگرام اونجا رو بسته، یعنی جمهوری اسلامی جلوی اینستاگرام رو بست گرفته. این طبق آماری که دادن بیرون حدود 400,000 کار رو از بین میبره، حرفه و کار رو از بین میبره، که خود این 400,000 طبق آماری که خود جمهوری اسلامی در یکی از این اتاقهای بازرگانی داده، این صحبت نیست که من از خودم بگم، و این 400,000 در حقیقت اثر میذاره روی معیشت 1,000,000 نفر. شما حساب کنید که، یعنی من اینو در حقیقت خوش آمد میگم، چون ما 1,000,000 نفر دیگه، همونطوری که شما اشاره کردین، گفته بود دختر من میره تو خیابون، این نشون میده که وضعیت بسیار بسیار بده. حالا ما در فرصت دیگه ای که داریم راجع به این که ما کجا داریم میریم با هم دیگه صحبت میکنیم، نظرات شما رو خواهم گرفت. بنابراین این نکاتی که شما اشاره کردین، یکی دیگه راجع به خانم افغان گفتین، و من اون گزارشی که یا دختر خانم جوانی که میگفت که ما افغان ها باید به کمک همزبان های خودمون و برسیم و کمکشون بکنیم، من واقعا متاثر شدم، برای اینکه اونا وضعشون از ما بهتر نیست و اونا در شرایطی که وضعشون شایدم در بعضی مواقع خیلی بدتره، اونا بعضی هاشون باید برقه بپوشن، یعنی حتی صورتشون هم پیدا نیست، و میان یه همچین پیامی رو به
حدود من فکر کنم 3 میلیون یا 4 میلیون افغانی ما در ایران داریم که این پیام رو به اونها میده که کمک بکنین به ایرانی های که شما که اونجا هستین، شما وظیفه دارین، چون اونها به شما مسکن دادن، سقف دادن. بنابراین واقعا این چیزایی که آدم میبینه چقدر دلگرم میشه و میدونه که عاقبت نداره، جمهوری اسلامی عاقبت نداره. این واقعیتی است که ما داریم الان میبینیم. بریم به مطالب دیگه ای که من پرسش دارم از شما جانم. ببخشید، حتی امروز ورزشکار کوبایی از زنان ایران حمایت کرده، خواستم اینم اشاره بکنم. این خیلی مهمه که کوبا کشوری است که جمهوری اسلامی خیلی بهشون کمک کرده. و یک صحبت از این بود، حالا اینو گفتین به یادم افتاد، گفتن که میلیون ها دلار در کوبا خرج کردن، میلیون ها دلار، که چیکار کنن که یک عده ای رو که استعداد دارن به اسلام بیارن، به شیعه بیارن. بعد یکی از این گفته بودن که شما این میلیون ها دلار رو خرج داخل بکنین، ریزش ها رو کم بکنین، نریم برای چند نفر کوبایی که نمیخوان، که اصلا نمیفهمن شما چی میگی. من کوبا رفتم، حتی توی چرچ هم که میری، توی کلیسا هم که میری، تعداد زیادی نیستن که اونجا اعتقاد داشته باشن به موضوع مذهب. شما چند لحظه پیش اشاره کردین مطالبی که در ایران میگذره اثر در مسائل جهانی میذاره. واقعا درست گفتین خانم دکتر حسینی، یعنی در مرحله اول خود میدل ایست خاورمیانه رو تغییر میده، افغانستان رو تغییر میده، عراق رو تغییر میده، سوریه رو، لبنان رو تغییر میده، یمن رو تغییر میده، تمام حتی عربستان و کشورهای منطقه رو، جنوب خلیج فارس رو اثرگذار خواهد بود. من مطمئنم تعداد زیادی مسلمان هایی که در کشورهای اروپایی رفتن اونجا و هنوز مطالب اسلام رو اونجا میخوان پیاده بکنن و هنوز میخوان مسجد بذارن، این همه مسجد هست میخوان بذارن، به نظر من برای اونا هم اثر میذاره که چگونه عمل بکنن. و مهمتر اینکه سیاست مدار دنیا الان دارن به نظر من چشمشون داره باز میشه، میدونن که اگر جمهوری اسلامی نباشه، یک حکومت سکولار دموکراتیک آزاد باشه، میتونن روابط فوق العاده اقتصادی با ایران داشته باشن. الان تقریبا میشه گفت موضوع اقتصاد با اروپا تقریبا صفره، با آمریکا، آمریکای شمالی اصلا صفره. درسته یه مقدار قاچاق وارد میکنن، اپل کامپیوتر رو نمیدونم چیزای مختلفی رو میارن، دور میزنن، پولهای بسیار زیادی رو هزینه میکنن که اجناس اروپایی و آمریکایی رو بیارن، ولی با این حال اینو به نظر من واقعا سیاستمداران اروپایی و آمریکایی به نظر من نعیف هستن، ساده لوح هستند و نمیفهمن چه اتفاقاتی داره میفته، چه مارکت بزرگی رو بکر، یعنی تقریبا همه چیز ما نیاز داریم در اون کشور که بیان کمک بکنن، سرمایه گذاری بکنن، تمام اینا رو دارن از دست میدن و ظاهرا مثل که نمیفهمن و نمیفهمن. و من فکر میکنم مسئله اتمی که نگرانش هستن با نبودن جمهوری اسلامی حل میشه. حالا چون جمهوری اسلامی در حقیقت اینقدر دروغگوه، ما راجبش بارها صحبت کردیم، امروز هم راجبش صحبت کردیم، حتی قراردادم امضا بکنن معلوم نیست که به تعهدشون علاقمند، یعنی تعهدشون پایبند باشن، و یا اینکه الان که ما داریم صحبت میکنیم در جاهای دیگه دارن کارهای دیگه میکنن که آژانس بین‌المللی راجبش اصلا خبر ممکنه نداشته باشه. بنابراین و بعدم مسائل امنیتی کشورهای منطقه و خلیج فارس رو میخوان چجوری حل بکنن، چون اینها ایدئولوژیشون اینه که شیعه اسلام شیعه رو گسترش بدن. بنابراین اینا این مسائلی هست که اصلا نمیشه راجبش فکر کرد که جمهوری اسلامی آدم به شو بشه، اگه بخوام واژه خیابون مصرف بکنیم.
نظر شما را چی دارم خانم دکتر حسینی؟ بله، ببینید، من با شما خیلی موافق هستم که جمهوری اسلامی در واقع یک غده سرطانی است که نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هم همه جا رو مریض کرده. از نظر داخلی ببینید آقای افشینجان، من معتقد هستم که یک انقلاب فرهنگی، یک رنسانس در ایران به وجود اومده که میره تا برای همیشه نقش دین رو در زندگی ما ایرانی ها از بین ببره. یعنی دین سیاسی منظورم است، هر کسی میتونه دین خودشو داشته باشه، ولی دین سیاسی و این شیعه ای که از زمان صفویه در کشور ما مرتباً در حکومت ها نقش ایفا کرده میره برای همیشه کنار بذاره. و همین مسئله باعث میشه در سطح منطقه هم کشورهایی که نگران هستند، به خصوص کشورهایی مثل مثلا اسرائیل، اگر حکومت دینی و حکومت اسلامی نباشه، خب اسرائیل هم راهایی پیدا میکنه و حتی کشورهای منطقه که شما گفتید. از نظر بین المللی هم ببینید، کشورهای اروپایی الان، نه فقط کشورهای اروپایی، غرب به طور کلی احساس خطر میکنن از اینکه اگر یک به اصطلاح هسته همکاری بین چین و روسیه و ایران شکل بگیره، برای کشور اروپایی خیلی خطرناکه و همینطور برای تمام دنیا میتونه خطرناک باشه. من فکر میکنم که امروز کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که وجود جمهوری اسلامی در منطقه برای هیچ کی خوب نیست، نه برای مردم ایران، نه برای منطقه و نه در سطح بین المللی. بنابراین شواهدی الان ما میبینیم نسبت به این که دارن یک سری از خودشون برخوردهای نشون میدن. دیروز در پارلمان آلمان یک ساعت و نیم در رابطه با این مسئله صحبت شد و یکی از نماینده ها گفتش که خشونت حکومت باعث شده که در ترس حکومت باعث شده که این چنین خشونت نشون بده. یا اینکه مثلا یکیشون گفتش که این مسجد هامبورگ این مرکز جاسوسخانه جمهوری اسلامی است. یا اینکه ببینید برخوردهایی که ایرانی ها در لندن و در فرانسه داشتن، به خصوص این دوتا کشور اروپایی، یک جایگاه امن، البته به اضافه کانادا، ولی کانادایی دارن حسابی با این اعتراضاتی که در هفته گذشته به راه انداختن و من مطمئن هستم با دعوت آقای اسماعیلیون در شنبه، در همین شنبه هم که بیاد، هزاران نفر شرکت خواهند کرد. در فرانسه و در لندن هم تعداد ایرانی ها بسیار زیاد بودند، ولی به خشونت گرایید. یک بعضی از تحلیلگران معتقد هستند دلیلی که خشونت در این دوتا کشور زیاد شد به خاطر برخوردی که خود کشورها با جمهوری اسلامی دارن. آقای مکرون میره کنار دست رئیسی میشینه و باش مذاکره میکنه و دست میده. یا مثلا در بریتانیا، علیرغم اینکه ما تلاش دادیم که اینها رو بیشتر متوجه بکنیم، ولی هنوز هم حاضر نیستن دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن. الان 3-4 روز میشه که تعداد زیادی از ما ایرانی ها نامه نوشتیم به وزیر امور خارجه و ازشون خواستیم که سفیر ایران رو فرا بخونن، تذکر بدن، یا سفیر خودشون رو از ایران بیارن، یا تحریم بکنن، یا محکوم بکنن این همه خشونتی که جمهوری اسلامی در حق مردم ما اعمال میکنه، ولی تا به حال ما ازشون هیچ جوابی دریافت نکردیم. خب مردم خشونت به خرج میدن برای اینکه خیلی ناراحتن، به خصوص از این دو کشور. بنابراین کشورهای اروپایی هم باید این رو بفهمن که دست از جمهوری اسلامی بکشن. آقای بایدن هم همینطور، بایدن هم باید متوجه این قضیه باشه که جمهوری اسلامی نمیتونه اون چیزی باشه که ایشون به دنبالش هست. من فکر میکنم که این شعار زن، زندگی، آزادی از کردستان شروع شده، تمام ایران رو گرفته و تمام جهان رو یک جوری در خودش داره. من اینو اینجوری معنی میکنم آقای افشینجان، زن یک ستم جنسیتی، یعنی در واقع زنها دارن میگن ما دیگه عاصی شدیم از این حکومت و این رو تمام جهان میفهمه.
خب وقتی که زندگی رو هم میگن، مردم ما به قول شما پول رو میبره در کوبا خرج میکنه، میبره در لبنان خرج میکنه، به جای اینکه خرج این همه جوونی که زیر 20 سال سن دارن میان تو خیابون به خاطر که نه آینده ای دارن، نه تحصیلی دارن، نه شغلی دارن، خب میان تو خیابون و جونشون رو از دست میدن و میگن ما هیچی برای اینکه بخوایم زنده بمونیم نداریم، بنابراین میریم و این همه جوان کشته میشه یا دستگیر میشه. یکی از دوستان دستگیر شده بود، 2 روز در زندان بود، با قرار وثیقه آزاد شد در کرمانشاه. میگفتش که دختران 13 14 ساله رو دستگیر کردن، این دانش آموزان تو خیابون بودن دستگیرشون کردن، کودکان رو میکشن، بهشون حمله میکنن. آخه چطور ممکنه که جامعه جهانی چشم خودش رو ببنده به این همه جنایتی که جمهوری اسلامی داره در حق مردم ما میکنه، ولی فقط به فکر منافع اقتصادی خودشون باشن و حقوق بشر و انسانیت رو فراموش بکنن؟ یعنی به قول انگلیسی ها ایناف از ایناف، بس دیگه، این همه مماشاتی که اینها دارن به کار میبرن. بله، راجع به سن 13-14 ساله گفتیم، به یادم آورده که اخیراً چند تا عکس من دیدم که بچه های 13-14 ساله رو لباس بسیج پوشیده بودن. یعنی انقدر وضعشون، چون در این مورد بخوام اضافه بکنم، ریزش در قسمت های امنیتی بسیار زیاد شده، سربازای وظیفه گفته میشه که پادگان ها را ترک کردن و اینا، اووردن بچه 13 ساله با لباس که به اصطلاح سیاه لشکر باشه نشون بخوام بدن، نشون میده که وضعشون بسیار بسیار بده. در ضمن میخوام برای بینندگان عزیزم احتمالاً دیده باشن و این تایید شده، تعدادی از کسانی که اخلاق لباس سپاه تنشون بوده یا هر چی دیگه به زبان عربی صحبت میکردن و عربی خوزستان ما نیست، بلکه چون همه اینا گویش های خودشون رو دارن، مثل اینکه در ایران که ایرانی ها گویش های مختلفی دارن، اینا اونایی که آشنایی دارن و شنیدن میگن که این عربی مال کشورهای منطقه ممکنه باشه و این واقعا اگر چیزی باشه، ارتش ایران که خودش رو تقریبا میشه گفت که جدا کرده از در حقیقت از سپاه، باید اکشن بگیره، باید یک عکس العملی راجع به این موضوع نشون بده. یک خانوم مادر حدیث نجفی یک ویدیو 4 دقیقه داره، ما 2 دقیقه شو میخوام پخش بکنیم برای اینکه درخواست کرده که این ویدیو، این صدای ایشونو به مردم برسونیم. 2 دقیقه یه دقیقه و نیم آخرشو با همدیگه میبینیم، برمیگردیم بعد 2 تا موضوع مهم دیگه با همدیگه صحبت میکنیم. من عزادارم، تو اون عزاداری من برم از حدیث عکس موباز بگیرم بذارم، اون عکس تو خونه داشتیم، من همونو سر قبر گذاشتیم. بیشتر از این دل من آتیش نزنیم، دل خواهرشون آتیش نزنیم، به ما انقدر نگیم دروغگو. ما دروغگو نیستیم، دختر من، دختر 22 ساله من به خاطر شماها مرده. من هر روز شب و روزم گریه است، یه لحظه نمیتونم بخوابم. حدیث جلوی چشامه، من گلوله هایی که به حدیث زده بودن دیدم کجاهاش خورده. دختر من به خاطر شما مرده. لطفا به ما، به خواهرش توهین نکنین. ما حالمون خوب نیستش، بیشتر از این حال ما رو بد نکنین لطفا. من مهسا هم بچه منه، اونایی که کشته شدن هم بچه منه، منم اونا رو این حدیث خودم دوست دارم. حدیث من به خاطر مهسا مرد، به خاطر مهسا فراخوان داد، به خاطر مهسا رفت. حدیث من یه ذره بچه بود، اومد خونه گفت مادر من گشنمه، حدیث من گشنه رفت. حدیث من به خاطر اینکه بره چیز مهسا رو زندگی نگه داره گشنه رفت. دختر من از سر کار اومده بود، اومد خونه گفت مادر من گشنمه، هیچی نخورد. حدیث من به خاطر مهسا رفت، حدیث من به خاطر شماها رفت. من چون نمیتونستم حرف بزنم، من به خاطر بچه‌ام داغ دارم. مگه شما داغ ندیدین؟ مگه شما داغ بچه ندیدین؟ من داغ بچه دارم، به ما اینقدر توهین نکنین. سر قبرم نوحه اینا میذاشتن، مردم مادی میذاشتن، ما نمیذاشتیم.
من اصلا حال خودم نبودم، من نمیدونستم چی کار کنم، دو خواهرش حال خودشون نبودن. اگه من میدونستم هم شالمو در می آوردم، هم مانتومو در می آوردم به خاطر دخترم، به خاطر مهسا. موبار میشستم اونجا، من حال نداشتم، به خدا من با آمپول اونجا وایساده بودم. خواهش میکنم این صدای منو پخش کنیم به کل ایران. چی باید گفت؟ من به خصوص اینو گذاشتم چون جمهوری اسلامی اینو قلب کرده و مطالب دروغی رو توی رسانه هاشون پخش کردن و گفتن که اصلا این چیز نیست. یعنی خانم دکتر حسینی، من نمیدونم چه واجهی رو استفاده بکنم برای این جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده و میکنه و دروغگویی که میگن. در دین اسلام میگن دروغگو دشمن خداست. یعنی اینا از این مسیر گذشتن، اصلا از این مطالب گذشتن. اینا بالاتر از شیطان هستن. اصلا شیطان بعد بیاد انگوش کوچیکه اینا نمیشه که این کارهایی که اینا دارن میکنن و دروغهایی که میگن. برای چی میخوان دروغ بگن؟ برای اینکه میخوان یه مدت کوتاه دیگه زندگی رو ادامه بدن و همین زندگی لجنبارشون رو میخوان ادامه بدن. برگردیم، امیدوار خوشحالم که اینو نشون دادیم به خاطر که خواسته بود که این کار انجام بشه و امیدوارم که مردم ما فریب این جمهوری اسلامی رو و خبرگزاری هاش رو نخورن. متاسفانه هست. حدود 10 دقیقه داریم، ما دو تا موضوع رو میخوام با هم دیگه مطرح بکنیم دو مرتبه. یکی این که خانم دکتر حسینی، ما به کجا داریم میریم؟ ما الان با وضعیتی که هست، من در یادداشتم نوشتم که نقطه غیر قابل بازگشت رسیدیم، به جایی رسیدیم که بازگشتی برای مردم نیست، ولی برای جمهوری اسلامی راه فرار هست و اونی که بتونه بارشو ببنده بره به سوریه، بره به آرژانتین، بره نمیدونم ونزوئلا، هر جایی که میخواد بره، بره چین، بره بشه پوتین، هر جایی میخواد بره بره. یکی این هست و یا اینکه تا آخر وایسه و سرنوشت قذافی و صدام و چائوشسکو رو ببینه. نظر شما چیه خانم دکتر حسینی؟ بله، به نظر من جمهوری اسلامی همه پلها رو شکسته و به هیچ عنوان دیگه نمیتونه با مردم آشتی بکنه و تنها وسیله‌ای که امروز داره همون اسلحه و سرکوب هست. شما فکر بکنید که اون نوجوانان مثلا 13-14 سالی که تو خیابون میذاره، که منم عکسشون رو دیدم، اون اسلحه رو ازشون بگیری میمیرن. با اسلحه اینا رو نگه داشتن و حتی اون اسلحه رو اونا نمیتونن استفاده بکنن. یعنی سوء استفاده از کودکان هست. اینجا باز هم این مسئله مطرح میشه، حقوق کودک کجا میره؟ ای کسانی که در سازمان ملل هستید، چرا صحبت نمی کنن؟ چرا دنیا راجع به این موضوع که بچه های 13-14 ساله بهشون اسلحه میدن و میرن که خانواده خودشون، همسایه خودشون رو بکشن، چرا سکوت می کنن؟ جمهوری اسلامی به انتها رسیده و من فکر می کنم که مردم ما اگر این بار هم سرکوب بشن، باز هم از یه جای دیگه این اعتراض سر در میاره و هیچ شک ندارم که جمهوری اسلامی باید به پایان خودش سلام بده. در نتیجه من خیلی امیدوارم این تلاشی رو که در مردم میبینم، تلاشی رو که در دختران و جوانان ما میبینم که دو تا نیروی عمده برای ایجاد تغییرات اجتماعی در ایران هستن و بخصوص از یکی دو روز پیش شروع شده به این که اعتصابات هم اعلام شده. اگر کارمندان شرکت نفت به این اعتصاب بپیوندن، یک اعتصاب سراسری از معلمان، دانشجویان، دانشگاه ها که شروع شده الان و
نیروی به اصطلاح حمل و نقل، کامیونداران بیان به اعتصاب بپیوندن و مردم خیابان رو رها نکنن، جمهوری اسلامی هیچ چاره ای نداره. حالا ما نگران این نیستیم کجا میره، هر جهنمی که دلش بخواد بره، ولی دست از سر کشور ما برداره. این کشور نابود شده، مردمش بیچاره شدن، از هر 3 نفر 2 نفر نار افسردگی دارن، فقر، نمیدونم، بیچارگی در کشور ما خیلی زیاد هست. بذارن و برن، اگر بخوان زنده بمونن کشور ما رو رها بکنه. این همه جوان، بله. این همه زن لایق و توانا در کشور میتونن کشور رو اداره بکنن. بله. 2 نکته به فرمای شما اضافه بکنم. همطور که اشاره کردین، معلمان روزهای دوشنبه و چهارشنبه رو گفتن که اعتصاب میکنن. خب ما حدود 2 میلیون معلم داریم و تعداد بسیار زیادی هم، چند میلیون هم دانشگاهی داریم. خیلی اثرات خوبی میذاره. فقط میمونه که یه مقدار اون شرکت های دولتی و خصولتی بتونن اونا هم این کار رو انجام بدن. نکته دیگه اضافه بکنم اینکه تعدادی که همونطوری چند لحظه پیش عرض کردم، ریزش در قسمت های امنیتی زیاد، فرار کردن، مخصوصا سربازان تقریبا میشه بدنه نظام سر کار نمیرن. و بعد اونایی هم که تو خیابون هستن، دیده شده و گفته شده که اون سختگیری که قبلا داشتن ندارن نسبتاً، برای اینکه یه مقدار ملاحظه میکنن. و در ضمن باید اشاره بکنم که اینها نمیتونن زیاد تو خیابون بمونن با اون لباس. حدود گفته میشه حدود لباسی که تنشون هست با کلاهخود و نمیدونم چیزا هست، نزدیک 20 تا 40 کیلو اضافه میشه به وزنشون و این باعث میشه که نتونن زیاد بمونند. و بعد اضافه بکنم که خسته هستن اینا، حدود 12-13 روزه که الان تو خیابونا هستن، استراحت کامل نداشتن، یعنی که نخوابیدن. چرا؟ میخوابند، ولی تعدادشون بسیار کمتر شده. و اگر ادامه پیدا بکنه برای 10 روز یا 15 روز دیگه، من فکر میکنم که مزمحبل این قسمت سرکوب تقریبا میشه گفت که قدرت خودش از دست خواهد داد. بگذریم از این موضوع. نکته سوال آخر یا صحبت آخری که دارم که در این 4 دقیقه بتونیم راجع به صحبت بکنیم، این که گفته میشه که خامنه ای کجاست. خامنه ای الان در این 10-12 روز اصلا صداش در نیامده. شایعات بسیار زیادی هست، درست یا غلط ما واردش نمیشیم، ولی نشون میده که در داخل بیت رهبری مطالب بسیار مهمی داره هر شبت که گفته میشه و تصور میشه. شما نظرتون چی هست خانم دکتر حسینی؟ ببینید، من فکر میکنم که یکی از مسائل مهمی که در درون حکومت الان وجود داره و لاینحل مونده جانشینی خامنه ای هست. خب اینا یک شبه مجتبی رو آیت الله کردن و بعد دیدی مجلس خبرگان 30 نفر از آیت الله شرکت نکردن، گویا تعدادی رو کنار گذاشتن چون مخالفت کردن با رهبری مجتبی خامنه ای. از طرف دیگه نظری وجود داره، گویا اصلاح طلبا دنبال این مسئله هستن که یک رهبری به اصطلاح شورایی به وجود بیاد، ولی باز هم شواهد نشون داده میشه که سپاه پاسداران بدش نمیاد که مجتبی خمینی باشه، خامنه ای باشه و بتونن باش بیعت بکنن. اگر این اتفاق بیفته و موفق بشن مجتبی خامنه ای رو بیارن و سپاه با از مجتبی حمایت بکنه، من فکر میکنم که یک درگیری شدید بین خودشون و سرکوب شدیدی از مردم ما خواهد شد که امیدوارم به اونجا نرسه. خامنه ای الان دیگه فرق نمیکنه زنده باشه یا مرده باشه، ولی حداقل اگر بدونیم که مرده، یک مانع بزرگی در به اصطلاح جلو پای مردم و این جنبشی که وجود داره برداشته میشه. بله، من فکر میکنم که نتیجه گیری شما درسته. یک موضوع دیگه هم که مطرح میشه این که اول که خامنه ای الان چیزی نداده بیاد بگه، چی میخواد بیاد بگه؟ برای اینقدر نارضایتی زیاد هست که هر چقدر بگه، همون مرگ بر خامنه ای که در خیابونا انجام میشه، گفته میشه، پوستراشو میکشن پایین،
و میگن که مجتبی بمیری، نمیدونم رهبری رو نبینی، یا این صحبت هایی که میشه، من فکر میکنم که مردم حاضر هستن که زیر بار مجتبی برن. و علاوه خامنه ای هم از طرف دیگه چاره ای نداره که بقای زندگی، بقای حالا سلطنت رو اگه بخوایم بگیم اونطوری بگیم داشته باشه، برای اینکه میدونه اگر که اونجا باشه و کاری رو انجام نده، در حقیقت عصبانیت مردم به گونه ای خواهد بود که دودمان شده و در حقیقت دیگه براشون فرق نمیکنه چیکار میکنن، از بین خواهند رفت. به نظر من چاره خامنه ای، چاره خاندان خامنه ای چاره ای ندارن جز اینکه ایران رو ترک بکنن و یا اینکه بمونن و اون چیزی که خدمتتون عرض کردم. از طرف دیگه گفته میشه، البته این گمان زنیه، من فکر نمی کنم اینطور باشه، گمان زنی میشه که بیان یک کاری که مثل محمد بن سلمان کاری رو انجام بده، یعنی بیان با یک شورایی که شما اشاره کردین بیان و بگن که حالا خانوم ها حجابشون ایز اوکیه، نمیدونم اینش اوکی هست، شورای نگهبان برداشته بشه، این کارا رو میکنیم، ولی من فکر نمیکنم این کارا رو بکنن. یعنی در حقیقت یک خودکشی دست جمعی برای خود تمام آخوندها خواهد بود، برای اینکه میگن شما کجا بودین، چرا تا حالا صداتون در نیامده بود. بنابراین ولی هرچی که من فکر میکنم آینده روشنه خانم دکتر حسینی، آینده به نظر من خیلی روشنه، اگرچه ما زعش خواهیم کشید، گریه خواهیم کرد، ناراحت خواهیم بود، ولی به نظر من آینده روشنه. در این 60 ثانیه 30 ثانیه که مونده نظر آخر رو بگیم که با برنامه رو ببرید. من هم معتقد هستم که مردم ایران پیروز میشن، ولی فقط از این موضوع خیلی ناراحت هستم که بی پناهن و حمایت بین‌المللی رو هنوز به اندازه کافی ندارن. مردم ما خیلی زجر کشیدن و اصلا حقشون نیست این همه ظلم در حقشون روا داشته داده بشه. امیدوارم که اگر هر کسی صدای منو میشنوه بدونه که ما ایرانیان خارج از کشور تا اونجایی که میتونیم حمایت میکنیم و قلبا دوست داریم که کشورمون از دست این جنایتکارا نجات پیدا بکنه و بتونیم به ایران برگردیم و حداقل برای من اونجا آخرین سالهای زندگیم رو در ایران بگذارم. کاملا منم با شما هم صدا هستم. همراه با شما دکتر حسینی و جناب مهندس فرزاد، از بینندگان عزیزی که این برنامه رو میدارم به درود میگم. تا برنامه آینده شاد و